در این فصل قرار هست که در رابطه با ابزار ضروری در فایل سیستم لینوکس صحبت کنیم. مفهومی که در ابتدا باهاش شروع میکنیم مفهومی هست به اسم FSH یا فایل سیستم استاندارد هایرارکی یا ساختار استاندارد فایل سیستم در لینوکس. مفهومی که در رابطه با FSH وجود داره این هستش که همینطور که میدونید توی فایل سیستم لینوکس ریشه فضای سیستم با آدرس اسلش شروع میشه و استاندارد FSH برای در رابطه با اینکه توی ساختار پازیکس چه شاخه‌هایی در ریشه فایل سیستم وجود داشته باشه و هر کدومشون برای چه کاری هستند صحبت کنه. اگر شما به لینوکستون مراجعه بکنید و به آدرس ریشه فایل سیستم مراجعه بکنید میبینید که یه سری دایرکتوری ها اونجا وجود داره. من از طریق کامند cd/change directory میکنم و به فضای آدرس اسلش میرم و اگر اونجا من کامند ls رو اجرا بکنم میبینم که توی این شاخه یک سری از دایرکتوری ها وجود دارن که هر کدومشون یه سری محتویاتی دارن که تو طول کار با لینوکسمون ما به اونها نیاز داریم که میخوایم در رابطه با این شاخه ها با هم صحبت بکنیم و کاربرد اونها رو با هم بررسی بکنیم. خب اول به فضای اسلش شروع میکنیم. همونطور که میدونید اسلش شاخه ریشه توی فضای فایل سیستم لینوکس هست که درخت فایل سیستم عملا از این آدرس شروع میشه. شاخه بعدی دایرکتوری بین هست که توی شاخه بین عمدتا برنامه های اجرایی اونجا قرار میگیرن و بسیار از کامنده اجرایی که شما تو طول کار با لینوکستون استفاده میکنید عملا از این شاخه فراخوانی میشن. منتها نکته که وجود داره این هستش که توی شاخه اسلش بین برنامه های اجرایی وجود دارن عمدتا که لینوکس برای بوت شدنش و یا کارهای مثلا مینتنسی و اینها بهش نیاز داره. شاخه بوت همینطور که از اسمش هم مشخصه محتویاتش محتویاتیه که توی هنگام بوت شدن لینوکس یا موقعی که شما کامپیوترتون رو روشن میکنید و لینوکس میخواد بیاد بالا از اون محتویات برای بالا اومدن یا اصطلاحا بوت شدن لینوکس استفاده میشه. مثلا فایل کرنل که همون هسته اصلی سیستم عامل شماست. اسلش دیو فایل های دیوایس یا فایل های فیزیکال سیستم شماست. لینوکس با توجه به ماهیتی که داره اینه که همه چیز توی لینوکس به صورت فایل به شما نشون داده میشه، حتی تجهیزات سخت افزاری شما. مثلا فرض بکنید که کارت شبکه شما به صورت یک فایل توی سیستم عامل لینوکس به شما نشون داده میشه، یا مثلا دیسک هایی که دارین یا دیوایس های استوریجی که دارین هر کدومشون باز به صورت یک فایل توی لینوکس عملا نمایش داده میشه که عمدتا این فایل ها توی شاخه اسلش دیو قرار میگیرن. اسلش ETC شاخه ایه که عمدتا فایل های کانفیگوریشن یا فایل هایی که برای تنظیمات سرویس های مختلف یا برنامه های مختلفی که توی لینوکس داریم و از اون استفاده میکنیم عمدتا فایل های تنظیمات اونها که فایل های با قالب متنی هستن اونجا قرار میگیرن و ما میتونیم با تغییر اون فایل ها تنظیمات اون برنامه ها و سرویس ها رو تغییر بدیم. شاخه هوم همینطور که از اسمش پیداست شاخه ایه که برای خونه یوزرها مورد استفاده قرار میگیره که عمدتا وقتی یوزر به سیستم لاگین میکنه فضای آدرس پیش فرضش توی اون شاخه قرار میگیره که عمدتا دسترسی کامل به اون شاخه مد نظر خودش داره که میتونه فایل هاش رو بدون هیچ محدودیتی توی اون شاخه قرار بده.
شاخه لیب و لیب 64 هم عمدتا یه سری فایل های کتاب خونه ای و برنامه هایی هستن که به صورت مشترک برای برنامه های مختلفی که مثلا ما توی شاخه بین یا بوت یا مثلا اسپین داریم مورد استفاده قرار میگیره. شاخه لیب عمدتا لایبرری های 32 بیتی هستن و لیب 64 هم که همطور که از اسمش معلومه کتابخونه های 64 بیتی توی این فضا قرار میگیرن. شاخه های اسلش مدیا و اسلش امنتی هم عمدتا برای کاربرد مانت کردن مورد استفاده قرار میگیرن که با مفهوم مانتینگ ما تا اسلاید های بعدی آشنا میشیم. اسلش OPT هم یک شاخه یه که عمدتا برای پکیج های آپشنالی که ما نصب میکنیم و اینها مورد استفاده قرار میگیرن که میتونیم مثلا پکیج ها یا یه سه برنامه که بعدن به لینوکس اضافه میکنیم رو میتونیم توی این شاخه قرار بدیم. اسلش پراک شاخه هستش که عملا از یه فایل سیستم خاصی به اسم پراک فایل سیستم استفاده میشه که عمدتا به شما این امکان رو میده که از طریق فضای پراک شما بتونید به یک سری اطلاعات در مورد برنامه از فضای دسترسی کرنل رو بتونید بهش دسترسی داشته باشین و به اطلاعات اونها دسترسی پیدا بکنید و بتونید مثلا یک سری از مقادیر اونها رو بخونید یا یک سری مقادیر خاص که برای کاربرد خاصی هستن از اون برنامه ها یا پروسس ها استفاده بکنید. اسلش روت فضای هوم یوزر روت یا یوزر های پریویلیج توی سیستم عامل لینوکس هست که بعداً با این مفهوم بیشتر آشنا میشید. اسلش ران هم اطلاعاتی معمولاً مرتبط با یوزر رو نگهداری میکنه که از اونجایی که اسلش ران توی فضای فایل سیستم لینوکس عمدتاً توی فضای حافظه موقت یا همون رم قرار میگیره عمدتاً اطلاعاتی هستش که از آخرین باری که لینوکس بوت شده در مورد برنامه هایی که در حال اجرا هستن توی سیستم لینوکس میشه دسترسی داشت. اسلش اسپین هم یک شاخه شبیه اسلش بین که همون کامند ها یا برنامه مختلفی که ما تو طول حیات لینوکس ازش استفاده میکنیم عمدتا اونجا نگهداری میشه که کامندایی هستن که عمدتا کامندایی هستن که بیشتر مورد استفاده سیستم ادمنستریتور یا همون ادمین سیستم مورد استفاده قرار میگیرن. شاخه SRV هم شاخه هستش که عمدتاً برای قرار دادن فایلایی که مرتبط با سرویس های مختلف تو لینوکس مثلا FTP, NFS یا HTTP هست که حالا به صورت اختیاری و شما خودتون میتونید تعیین بکنید که آدرس پیش‌فرض هر یک از این سرویس ها کجاست بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. فضای فایل سیستم /sys هم بیشتر کاربرد داره برای اینکه شما درایورهای دیوایس های مختلفتون رو توی این شاخه قرار میدین که هسته اصلی سیستم عامل وقتی میخواد با این تجهیزات ارتباط برقرار کنه عملا به واسطه این درایورها به اونها متصل میشه. اسلش تمپ هم همینطور که از اسمش معلومه یک شاخه ایه که ما فایل های موقتمون رو اونجا قرار میدیم و ازشون استفاده میکنیم. توی بعضی از توضیح ها در لینوکس معمولا این شاخه توی هنگام بوت شدن لینوکس فایل هایی که توش وجود داره بدون اینکه مثلا هشداری بده یا مثلا از شما سوالی بکنه اطلاعاتی که اونجا قرار داره به ازای هر بار بوت شدن در لینوکس اون فایل ها پاک میشه. پس حواستون باشه فایل هایی که بیشتر جنبه موقت دارن یا یک کاربرد برای یک کاربرد خاصی میخوایم تستش بکنیم اینها اومن توی این شاخه قرار میدیم با علم بر این که این فایل ها ممکنه که بعداً پاک بشه توسط خود سیستم عامل زمانی که داره بوت میشه. یه نکته دیگه ای که وجود داره اگر مثلا فایل موقتی دارید که
نمیخواید توی زمان بوت شدن لینوکس پاک بشه، میتونید اون رو در شاخه /var/temp قرار بدید. شاخه /usr یه جورایی همون یه انگار یه کپی از همون فضای اسلشه و خیلی از دایرکتوری هایی که شما توی فضای اسلش دیدین شبیه اون توی شاخه /usr هم وجود داره که توسط یوزر همینطور خورد خورد با اضافه کردن پکیج ها اضافه میشه، که عمدتا این فایل ها هم تو زمان بوت لینوکس مورد نیاز نیستن. شاخه /var شاخه ایه که عمدتا فایل های قرار میگیرن که ما انتظار داریم تو مرور زمان اون فایل ها حجمشون بیشتر و بیشتر بشه، مثلا فایل های لاگ، مثل فایل های مثلا میل باکس یا فایل هایی که مرتبط با سرویس پرینت هستند، یا عمدتا فایل هایی که مربوط به اطلاعاتی هن که دیتابیس ها یا پایگاه داده ازش استفاده میکنن. مطلب بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم ابزار مدیریت کار با فایل هستش. به لینوکسمون برمیگردیم. خب همطور که توی مثالهای قبلی هم دیدیم، ما برای دیدن لیست فایل ها بتونیم از کامند ls استفاده بکنیم. کامند ls میتونه آپشن ها یا سویچ های مختلفی هم داشته باشه که میتونه با مراجعه به من و یا همون منوال کامند ls اونها رو ببینیم. برای مثال ما اگر از آپشن -a یا -all استفاده بکنیم، میتونیم فایل هایی که توی لینوکس فایل هیدن هستن یا فایل مخفی هستن، که عمدتا فایل هایی هستن که اسمشون با حرف دات شروع میشه، لیست اونها رو به ما نشون بده. یا مثلا آپشن های دیگه، مثلا اگه فرضاً بخوایم خود مشخصات یک دایرکتوری رو ببینیم، میتونیم مثلا از آپشن -d استفاده بکنیم که وقتی مثلا میزنیم ls فرضاً -l-d فرضاً یک دایرکتوری، دیگه محتویات اون دایرکتوری رو به ما نشون نده، بلکه مشخصات خود اون دایرکتوری رو به ما نشون بده. یا آپشن های دیگه ای مثل مثلا -full-time که ساعت رو به استایل فول آیسو به ما نشون میده، یا مثلا آپشن -h که خاصیت human readable به ما میده، اونجایی که مثلا در مورد اعداد یا سایز فایل ها صحبت میکنه، از یه سری پسفند های معنادار به جای مثلا استفاده تعداد بایت مثلا از سایز فایل به ما نشون میده. مثلا به جای اینکه یه فایل رو به ما 1024 بایتی نشون بده، به ما نشون میده که این فایل یک فایل 1 کیلوبایتی هست. و آپشن های دیگه ای که میتونید بعداً با مراجعه به منوال کامند ls اونها رو ببینین و ازشون استفاده بکنین. یکی دیگه از آپشن هایی که خیلی مهم هستش و تو طول کار با لینوکسمون زیاد ازش استفاده میکنیم -l هست، که با فرمت لانگ لیستینگ به ما محتویات فایل ها رو نشون میده که جزئیات بیشتری از فایل رو ما غیر از اسمش رو خواهیم داشت. من با کامند q از فضای منوال خارج میشم و برمیگردیم به شل لینوکس ما. خب کامندهایی که دیدیم مثلا همون ls-l بود که ما جزئیات بیشتری از فایل ها رو میبینیم، که اینجا حالا بعدا در مورد هر کدومشون صحبت میکنیم. ls مثلا -a بود که اگر فایل هیدنی وجود داشته باشه میتونیم ببینیم. مثلا من اگه به هوم یوزر خودم مراجعه بکنم که با کامند cd میتونم این کار انجام بدم، و میتونم با کامند pwd یا همون print working directory ببینم که من الان کجا هستم، که به من استش روت رو نشون میده که هوم یوزر روت من هست. الان من اگر اینجا کامند ls بگیرم، شما میبینید که هیچ فایلی
اینجا وجود نداره. ولی اگر مثلا من ls-a بزنم، شما میبینید که چرا یک سری فایل های مخفی هم وجود داشت که با کامند ls ندیدم، ولی چون آپشن dash a یا همون آپشن all رو من زدم، همه فایل ها اهم از اون فایل هایی هم که مخفی هستن رو به من نشون میده. کامند بعدی که دوست دارم در موردش صحبت بکنم کامند makedir یا mkdir هست که عمدتا برای ساختن یک دایرکتوری جدید ازش استفاده میشه. مثلا my test directory. من اینجا الان اگر کامند ls بزنم میبینید که یه دایرکتوری به اسم my test directory اینجا ساخته شده. یا مثلا دایرکتوری دیگه مثل تست 2 یا تست 3 همینطور پشت سر هم من میتونم بزنم که تو همه فضایی که وجود دارم بتونم این دایرکتوری ها رو داشته باشم. یکی کامنده ای که رایج هست که خودش یک کامند alias از کامند ls، کامند ll هست که همون کامند ls رو برای شما اجرا میکنه، منتها با یه سری آپشن های اضافه تر، مثلا dash l. اگر بخوایم ببینیم که خود کامند ll چی هست، یه alias ll میزنیم و به ما میگه که کامند ll که خودش یک کامند مستعار هست، همون کامند ls فاصله dash l فاصله dash dash color مساوی auto رو اجرا میکنه. خب من الان اینجا سه تا دایرکتوری دارم که میتونم مثلا به هر کدوم از این دایرکتوری ها مراجعه بکنم. با cd مثلا تست 2 من وارد دایرکتوری تست 2 میشم، با کامند pwd میبینید که من الان وارد شاخه slash تست 2 شدم که اینجا میتونم مثلا یه دایرکتوری دیگه مثلا a, b, c رو بسازم. سه دایرکتوری مختلف که الان توی شاخه تست 2 ساخته شده و با کامند cd یا همون change directory باید دوباره یکی از این شاخه ها بشم. به این صورت شما میتونید یه سری دایرکتوری رو هم به صورت سلسله مراتبی هم بسازید. مثلا بگید که تو این شاخه یه شاخه درست کن به اسم مثلا T1، درون T1 مثلا یه شاخه دیگه درست کن به اسم T2، همینطور الی آخر. برای این کار شما میتونید از سویچ dash p استفاده بکنید که وقتی این شاخه رو به صورت سلسله مراتبی میسازین، خودش بیاد دایرکتوری های پرنت اونها رو هم براتون بسازه. مثلا من میگم t1/t2/t3. الان همونطور که میدونین شاخه t1 هنوز ساخته نشده که بخواد درونش t2 وجود داشته باشه، یا هنوز مثلا t2 وجود نداره که توش t3 ساخته بشه. شما وقتی آپشن dash p رو پاس میدین به کامند makedir، کاری که برای شما انجام میده اینه که خودش میاد این شاخه های پرنت رو هم برای شما میسازه. که من این کامند رو وقتی اجرا بکنم، شما میبینید الان من اینجا یه شاخه t1 دارم که توی شاخه t1 یک دایرکتوری وجود داره به اسم t2 و درون t2 هم شاخه وجود داره به اسم t3. به این صورت میتونیم برای اینکه ببینیم باز کامند makedir چه آپشن هایی داره، به واسطه منوال کامند makedir منوال این کامند رو ببینیم و چه آپشن هایی اینجا وجود داره رو داشته باشیم. مثلا آپشن dash m داریم که برای تنگ کردن مود فایله، حالا بعدا باش آشنا میشیم. dash p هست که همین الان صحبت کردیم در موردش. dash v هست که سر اطلاعات اضافه تر در مورد این که وقتی یه دایرکتوری ساخته میشه به ما داده میشه، مثلا اگه چندین دایرکتوری بخوایم برای ما همونجا لیست میکنه که چه دایرکتوری هایی توی چه شاخه ساخته شده. dash z بزرگ هم در مورد کانتکست امنیت توی سرویس SE لینوکس هست که حالا در دوره حرفه‌ای تر لینوکس در موردش صحبت میکنیم. dash dash help هست که در مورد همون help کامند mkdir به ما توضیح میده و
آپشن دش دش ورژن که میتونیم ببینیم که کامند مهدی آیاری که داریم ازش استفاده میکنیم چه ورژنی هست به این صورت. عمدتا یه کانونشنی توی کامند لینوکس وجود داره و اونم اینه که آپشن هایی که به صورت اختصاری هستن با یک دش ما معمولا استفاده میکنیم، مثل مثلا mkdir فاصله دش v که مثلا v از حرف اول ورژن گرفته شده، و آپشن دش دش که عمدتا موقعی که بخوایم یه آپشن رو به اسم کلمش به صورت کامل استفاده بکنیم میایم از آپشن دش دش استفاده میکنیم. مثلا برای حرف کامل ورژن ما می‌نویسیم mkdir فاصله دش دش ورژن، یعنی به جای یک دشی که برای حروف اختصاری به کار می‌رفت برای کلمات کامل از آپشن دش دش استفاده میشه، که الان ما می‌بینیم که خود کامند mkdir که داریم استفاده میکنیم خودش جزئی از یک پکیج کامل‌تری به اسم GnuCoreUtils هست، که GnuCoreUtilsی که الان روی این توضیح ما نصب هست نسخه 8.22 هستش. خب من دو مرتبه برمیگردم به هوم یوزر روت و شاخه تست دو. مثلا من میتونم به چند به دو روش این کارو بکنم. یکی اینه که من ابسولوت پت بدم یا آدرس کامل از خود ریشه FSH بدم این رو، یا اینکه بیام از طریق آدرس ریلیتیو این آدرس رو بدم. آدرس ریلیتیو به این صورتی که از این جایی که ما الان توش قرار داریم آدرس بدیم. مثلا من میگم که از تست از شاخه T3 یه شاخه بیا عقب با نقطه نقطه این کارو میکنم، بعد از T2 هم میگم یه دایرکتوری بیا عقبتر، از T1 هم همینطور، از A هم همینطور، که در نهایت من توی شاخه تست دو قرار میگم. یعنی به ازای هر بار تکراری که من از دات دات اسلش می نویسم عملا یک شاخه به سمت عقب حرکت میکنم. خب مجددا کامند ll رو اجرا میکنم و میبینم که توی این شاخه من چه فایل هایی دارم. خب الان من نمیدونم کامند trim نصب هست یا نه. بله نصب هست. از اگر شما احتمالاً بذارید میبینید که با اعلان کامند نات فان مواجه میشین، که اگر بخواید این کامند رو داشته باشید میتونید از طریق دستور یام فاصله اینستال فاصله تری این کامند رو نصب بکنید. حالا ما در مورد یام یه فست کامل در موردش صحبت میکنیم، ولی فعلا داشته باشیم که برای اینکه بخوایم کامند تری رو داشته باشیم میتونیم به واسطه دستور یام فاصله اینستال فاصله تری بیایم این دستور رو نصب کنیم، که یه شمای درختی از فضایی که ما الان تو اون شاخه قرار داریم رو به ما نشون میده. مثلا توی شاخه آب دایرکتوری وجود داره به اسم T1، درون T1 T2 و درون T2 هم یک فایل به اسم T3، و همینطور توی همین شاخه‌ای که وجود داره فایل های B و C هم وجود دارن. شما برای پاک کردن یک دایرکتوری که توش محتویاتی وجود نداره، یا بهتر بگم که اون دایرکتوری خالی هست، میتونید از کامند rmdir استفاده بکنید، یا همون remove directory، که میتونیم مثلا بگیم که دایرکتوری B که الان همطور که توی شمای درخت نگاه میکنید میبینید که یک دایرکتوری خالی هست و توی زیر مجموعه اون فایل قرار نداره، اون شاخه رو پاک بکنیم. الان من اگر مجددا کامند تری رو اجرا بکنم خواهید دید که فایل B که یک دایرکتوری بود پاک شده، همطور مثلا rmdir مثلا شاخه C. منطقه اگر من بگم rmdir A به من میگه که fail to remove A directory not empty، یا همونطور که گفتم این کامند برای پاک کردن دایرکتوری خالی هست، و از اونجایی که دایرکتوری یک دایرکتوری خالی نیست و توی زیر مجموعه اون فایل های قرار داره، اول باید اون فایل ها پاک بشن تا بعدش ما بتونیم این شاخه رو پاک بکنیم. برای اینکه شما بتونید یه دایرکتوری رو که خالی نیست رو پاک بکنیم میتونید از یک کامند دیگه به اسم rm استفاده بکنیم، که ازش بخواییم که به جای اینکه شما برید فایلایی که
درون اون شاخه وجود داره و زیر مجموعهش هست رو دونه دونه پاک بکنید و همینطور هی به شاخه‌های بالاتر برسید که عملا اون شاخه‌ها دیگه زیر مجموعهشون خالی شده باشه، یعنی عملا یه کار بازگشتی رو هی دائما تکرار بکنید. میتونید از کامند RM بخواید به واسطه آپشن داش R که همون حرف اول ریکرسیو هست بخواید که شاخه A رو برای شما محتویاتش رو پاک بکنه، که به شما میگه که آیا شما مطمئنی که میخواید مثلا شاخه A رو پاک بکنید، میگید بله. همینطور دونه دونه زیر مجموعه های این رو ازتون سوال میکنه. من با کامند کنترل C ادامه این کامند رو متوقف میکنم. اگر بخواید که خودش برای شما بدونین که هی دونه دونه سوال بکنه که تایید بگیره از شما که فایل ها پاک بشن، شما میتونید با آپشن داش F کامند RM رو فورس بکنید که تمام فایل ها رو پاک بکنه بدون اینکه از شما سوال بکنه در مورد این مطلب. حالا شما میتونید آپشن دوم رو هم به صورت یه آپشن جداگانه مثلا داش F بنویسید، هم میتونید به یه آپشن قبلی اون رو بچسبونید و به این صورت بنویسید. توی لینوکس تمام کامند هایی که چندین آپشن دارن به شرط اینکه خود اون آپشن ورودی دیگه ای از شما نگیره، مثلا فرض بکنید که شما یه جایی دارید یه آپشنی میدین که میخواید مثلا یه ورودی فایل به یک کامند بدید یا یه مود خاصی رو برش ارسال بکنید، اون موقع نیاز دارید که جلوی آپشن اون پارامتر رو بنویسید که دیگه نمیتونید اینطوری مثلا آپشن ها رو کنار هم دیگه قرار بدید. ولی وقتی میدونید که آپشن ها خودشون دوباره خودشون ورودی ندارن، میتونید این آپشن ها رو کنار هم دیگه بنویسید که با توجه به اینکه من میدونستم آپشن ریکرسیو و آپشن فورس هیچ کدومشون ورودی ندارن، من این آپشن ها رو کنار هم نوشتم که به صورت ریکرسیو و فورسلی شاخه A رو برای من پاک بکنه. الان من اگه مجدداً تری بگیرم میبینید که دیگه من هیچ فایلی توی این شاخه ندارم. آپشن های بیشتر رو میتونیم از طریق منوال RM ببینیم که برای ما توضیح داده شده که چه آپشن های دیگه ای برای کامند RM وجود داره. خب کامند بعدی که دوست دارم در موردش صحبت بکنیم کامند تاچ هست، که کامند تاچ عمدتاً برای ساختن یه فایل با محتوای خالی برای فایلی که از قبل وجود نداشته استفاده میشه. مثلا من میگم تاچ کن آه. اینجا الان اگر نگاه بکنید میبینید که یک فایل با سایز 0 اینجا ساخته شده که اسمش A هست برای فایل معمولی. یا مثلا میگم تاچ بیو سی. الان اگر من مثلا محتویات این فایل ها رو کت بکنم، شما میبینید که اینها هیچ محتوی ندارن و فایل ها خالی هستن. اگر هم شما یک فایلی وجود داشته باشه و اون فایل رو تاچ بکنید، تنها کاری که اتفاق میفته اینه که مودیفیکیشن دیت اون فایل آپدیت میشه و دیگه هیچ تغییری توی محتوای اون فایل ایجاد نمیشه. که حالا میتونید بازم به منوال کامند تاچ نگاه بکنیم که میگه کلن کار این فایل چنج فایل تایم استمپس یا همون تغییر مودیفیکیشن یک فایل هستش. که آپشن های مختلفی هم داره که حالا اگر نیازمون باشه میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب حالا من اینجا سه تا فایل ساده ساختم که از طریق اون حالا بخوایم ابزارهای دیگه ای که معرفی میکنم رو باهاش تست بکنیم. مثلا فرض بکنم که من از فایل A میخوام یک کپی داشته باشم به اسم مثلا D توی همین شاخه قرارش بدم. مثلا بگم کپی کن فایل A رو، که این کار رو از طریق کامند CP انجام میدم. فایل مبدأ رو میگم یا حتی فایل های مبدأ رو میتونم با اسپیس اون رو هستم دیگه جدا بکنم و بعد میگم که فایل A رو مثلا کپی کن توی شاخه slash temp. حالا اگه من همینطوری این کامند رو اجرا بکنم، فایل A کپی میشه به شاخه temp به همون اسم خودش. اگه نه مثلا بگم slash d، اون موقع فایل A کپی میشه توی شاخه temp به اسم فایل d.
چرا؟ چون فایل دی توی شاخه temp وجود نداره. من اونجا سیپی میکنم. شما الان اگر ll/temp بزنید میبینید که فایل آ به اسم فایل دی توی شاخه temp کپی شد. یعنی هم یعنی به صورت همزمان هم اتفاق کپی انجام شد هم اتفاق رینیم. یعنی من اگر cp a میزدم بعد میگفتم توی شاخه temp کپی کن، اون موقع فایل a به همون اسم خودش میومد توی شاخه temp قرار میگرفت. ll/temp میزنم میبینید که فایل a الان به اسم خودش اینجا وجود داره. برای اینکه حالا یه محتویاتی هم داشته باشه که شما ببینید عیناً همون محتویات اونجا کپی شده، من اکو میکنم مثلا متن تست رو و ریدایرکتش میکنم درون فایل A، که الان اگه کت A بکنم میبینید که محتوای تست درون فایل A نوشته شده و من سیپی میکنم A رو توی شاخه temp به اسم مثلا E، که حالا من اگه چین دایرکتوری بکنم برم به شاخه temp میبینید که اینجا من فایل A, D و E رو دارم و همینطور دایرکتوری تست که حالا از قبل وجود داشته، و من اگه کت E بکنم دو مرتبه شما محتوای تست رو خریده. من به واسطه کامند CD انتر میکنم و به هوم یوزر فعلی خودم که یوزر روت هست میرم. با PWD میبینم که من الان توی شاخه /root هستم، که با کامند LL میبینم که اینجا چه فایل هایی وجود دارن. مثلا برمیگرم به شاخه تست. خب پس کامند cp رو دیدیم، میتونیم به منوال کامند cp هم مراجعه بکنیم ببینیم با چه آپشن هایی وجود داره. مثلا آپشن -f رو داریم فرضاً، که اگر یه فایلی توی مقصد وجود داشته باشه و نیاز داشته باشه که شما overwriteش بکنید، میتونید با آپشن -f مجبورش بکنید اون فایلی که اونجا هست پاک بشه و روی اون بازنویسی بشه. یا مثلا -r رو داریم که برای کپی کردن ریکرسیو انجام شه. یعنی یه موقعی شما نیاز داریم به جای یک فایل مجموعی از فایل رو بردارید ببرید که مثلا درون یه دایرکتوری قرار دارن، که نیاز داریم که تک تک اون فایل ها به صورت بازگشتی برن از اون شاخه خونده بشن و کپی بشن. یه راهش اینه که خودمون بخوایم دستی این کار رو انجام بدیم که خب کار حوصله سربریه. یه راه دیگه اینه که ما به واسطه مثلا آپشن -r بخوایم که این کار به صورت خودکار انجام بشه. مثلا فرض بکنید که من یه تری میزنم، میبینیم که خب اینجا فایل های ABC همشون این سری فایل معمولی هن. فرض کنید که من میام یه شاخه درست میکنم به اسم مثلا D، آپشن -p هم میذارم. مثلا توی شاخه D میگم که توی شاخه D خودت بیا دوباره دو تا دایرکتوری درست کن. میام مثلا از براکت استفاده میکنم برای این کار، میگم T1 و T2، دو مرتبه تری بگیرم. شما میبینید که الان توی زیر شاخه دایرکتوری دی الان من دو شاخه T1 و T2 دارم، که میام تاچ میکنم توی شاخه دی شاخه T1 مثلا سه فایل A, B, C. که من الان اگه تری بگیرم شما میبینید که توی زیر شاخه دایرکتوری دی و زیر شاخه T1 سه فایل A, B و C هم قرار گرفتن. که حالا من دوست دارم که دایرکتوری دی رو مثلا کپی بکنم توی شاخه مثلا /var/temp. اگر من بگم cp خالی دی بره توی شاخه var/temp، به من خطا میده که میگه که من دایرکتوری دی رو در نظر نگرفتم. برای اینکه شما یک دایرکتوری رو کپی کنین، همونطور که بهتون گفتم، نیاز دارین که دونه دونه محتویاتی که توی اون شاخه قرار دارن رو هم انتقال بدین، که اون وقت ما میایم از طریق آپشن -r به صورت ریکرسیو این کار رو میخوایم که انجام بشه. هرچند توی منوال cp که وقتی نگاه میکردیم هم میتونید حالا با نوشتن -r بزرگ یا -r کوچیک این کار رو انجام بدین. نکته ای که نیاز هست من اینجا یادآوری بکنم این هست که سیستم عامل لینوکس یک سیستم عامل کیس سنسیتیو هست، یعنی به بزرگ بودن و یا کوچک بودن و حروف چه در آپشن ها و چه در اسامی فایل ها حساس هست. حالا از اونجایی که من میدونم که کامند cp
هم داش آر و هم داش آر کوچیک رو برای انجام کپی کردن به صورت ریکرسیو رو میپذیره، من میتونم انتخاب کنم که این آپشن رو به صورت حرف بزرگ یا حرف کوچیک بنویسم، که حالا قطعا اگر حروف بزرگ یا حروف کوچکش تعریف نشده باشه، من حتما باید به همون مدلی بنویسم که توی منوال کامند سی پی اومده، وگرنه ممکنه که اون آپشن یه معنی دیگه ایجاد بکنه و یه کاریو که ما نمیخوایم انجام بشه. خب من برای کپی کردن شاخه دی میخوام که این شاخه به صورت ریکرسیو کپی بشه و بره به شاخه /var/temp. حالا برای اینکه ببینیم که مثلا چه فایل هایی دارن کپی میشن، من میتونم از آپشن وربوس یا همون -v هم استفاده بکنم که به من در حین کپی کردن نشون بده که چه فایل هایی رو هم داره کپی میکنه. خب من وقتی این کامند رو اجرا میکنم، شما میبینید که اول خب دایرکتوری رو دی رو ساخت و برد توی شاخه /var/temp، یه شاخه ساخت به اسم دی، بعد تیوان رو انتقال داد، بعد همینطور ای بی سی و در نهایت تی دو رو از شاخه دی که توی شاخه /var/temp اونجا کپی کرد. من با چنج دایرکتوری میرم به این شاخه و میبینم که فایلایی که من اونجا داشتم الان کپی شده و اینجا قرارده. من با کامند pwd الان میتونم ببینم که کجا هستم. همینطور که الان فضایی که من الان توش قرار دارم توی اعلان صفحه هم نمایش داده میشه. خب کامند بعدی که دوست دارم در موردش صحبت بکنیم کامند موو هست، که همون یه جورایی توی ویندوز معادل همون کات کردنه، که شما میتونید یه فایلی رو از جایی که میخواییم بردارین و ببریم به یه مقصدی قرار بدیم. مثلا فرض بکنید که من میخوام دایرکتوری دی رو از /var/temp بردارم و ببرمش توی مثلا /temp. اول آدرس مبدا رو میدم و بعد آدرس مقصد رو. خب الان میبینید که میگه که توی شاخه temp یک فایل از قبل به اسم دی وجود داره که از من میخواد آیا میخوای اوورراید انجام بشه، یعنی فایل قبلی پاک بشه و فایل جدید اونجا جایگزین بشه. من میگم نه، مثلا میگم که همزمان داری کپیش میکنی، مثلا اونو به شاخه نیو داش دی مثلا مووش کن اون فایل رو اونجا. خب الان من اگه ال بزنم میبینم که دیگه دایرکتوری دی اینجا وجود نداره، و توی /temp اگر ll بگیریم میبینیم که فایل دایرکتوری دی به اسم new-d اینجا قرار گرفته. خب من با کامند من توی var/temp هستم، cd/temp با کامند tree میتونم ببینم که خب new-d اومده و محتویاتش هم قرار داره. همینطور که میبینین کامند موو برای انتقال دادن یه دایرکتوری نیاز به انجام این کار به صورت ریکرسیو نداره. واقعیتش اینه که توی فضای فایل سیستم لینوکس کامند موو با از نو نویسی این فایل ها مواجه نیست، چرا که شما وقتی میای توی یک پارتیشن یا یک فضایی که قبلا اون رو از فضای دیسکتون تفکیک کردین میبریدش توی یه زیر شاخه دیگه، اون عملا فایل ها رو کپی نمیکنه اونجا بعد بخواد فایل رو پاک بکنه، به شرطی که توی یه پارتیشن باشه. فقط میره توی فضای توی جدول سیستم فایل اون آدرس رو آپدیت میکنه. به خاطر همین هستش که عمدتا شما وقتی کامند موو رو اجرا میکنید این کار میبینید که خیلی به سرعت انجام میشه. حالا ما فایل هایی که انتقال دادیم خیلی فایل های سنگین نبودن، ولی اگه شما مثلا دقت بکنید ببینید که یک فایل مثلا چند گیگی داشته باشین یا فایل با حجم بالا داشته باشین، به محض اینکه کامند کلید انتر رو شما فشار میدید میبینید که کامند موو کارش تمام میشه. بعد دلیل اون اینه که اون فایل ها به صورت باینری اصلا کپی نمیشن به مقصد، بلکه
فقط توی سیستم فایل آدرس جدید اونها آپدیت میشه، که این کار خب کار خیلی پرهزینه ای نیست، به خاطر همین میبینید که این کار بسیار با سرعت بالا انجام میشه. ولی خب اگر مثلا میخواید از یک فضای ذخیره سازی فایلتون رو موو بکنید یا مثلا از یه پارتیشن به یه پارتیشن دیگه، اون موقع میبینید که زمان بر میشه و دلیل اون هم این هستش که اونجا واقعا نیازه که فایل کپی بشه و بعد از مبدأ پاک بشه. مثلا فرض بکنید که شما اگه یه USB استوریج بزنید به USB کامپیوترتون و اون وقت بخواید یک فایل رو از دیسکتون کپی بکنید یا موف بکنید، میبینید که واقعا اون هزینه موف کردن و دیلیت کردن رو خواهید داشت و اگر فایل ها سنگین باشن این زمان چشمگیر خواهد. کامند موف یک کاربرد دیگه هم داره و اونم رینیم کردن یه فایله. مثلا من میخوام بگم که فایل تست رو رینیمش بکن به تست دو، مثلا mv test به مثلا تست 2. خب حالا من اگه ll بزنم میبینید که فایل تست به فایل تست 2 رینیم شد. یه راه دیگه ای هم وجود داره برای رینیم کردن که شما میتونید بگید که مثلا mv test، خب من میخوام به جای مثلا عدد 2 رینیم بکنم به تست 3. به این صورت یه راهش اینه که به این صورت بنویسین. یه راه دیگه اینه که تا اونجایی که مشترکه رو بنویسین، اون تیکه‌ای که می‌خواید تغییر بدین رو یه براکت باز بکنید. مثلا من می‌خوام 2 رو به 3 تغییر بدم، 2 رو می‌نویسین، یا حالا ممکنه یک کاراکتر باشه یا ممکنه چند کاراکتر باشه، اون یک یا چند کاراکتری رو که مقدار قبلی هست رو بنویسید، بعد کاما بزنید و بعد مقدار جدیدی که می‌خواید باش جایگزین بشه و بعد انتر کنید. حالا ال بزنید ببینید تست 2 شما به تست 3 رینیم شده. عین همین کار رو میتونید با کامند cp هم انجام بدید که موقعی که دارید فایلتون رو کپی میکنید اگر نیاز داشته باشید حالا رینیم هم بشه، اون موقع میتونید از همین روش استفاده بکنید برای اینکه فایلتون رو همزمان هم کپی کنید و هم رینیم بکنید.